اثر بخشی تردید برانگیز پزشکان، مشاوران و رواندرمانگران. قسمت 19، بازگشت به میانگین. درد کمرش بعضی وقتها بهتر و بعضی وقتها بدتر می شد. روزهایی می شد که حس می کرد می تواند از کوه بالا برود و بعضی روزها هم می شد که اصلا نمی توانست از جایش تکان بخورد. وقتی درد به سراغش می آمد، همسرش او را به فیزیوتراپی می برد. روز بعد احساس می کرد راحت تر می تواند حرکت کند و آن درمانگر را به همه توصیه می کرد. مرد دیگری که جوان تر بود و امتیاز قابل قبول 12 را در گلف داشت، به شکلی مشابه با شور و حرارت درباره مربی گلف خود صحبت می کرد. او هر زمان بد بازی می کرد، 1 ساعت با او تمرین می کرد و شگفت انگیز بود که در بازی بعدی عملکردش بسیار بهتر می شد. مرد سومی هم وجود داشت که مشاور سرمایه گذاری در 1 بانک معتبر بود و نوعی رقص باران ابداع کرد که هر بار که عملکرد بازار سهام افتضاح می شد، در دستشویی آن رقص را انجام می داد. با وجود اینکه این حرکت او خیلی عجیب بود، اما احساس می کرد باید آن رقص را انجام دهد، چون همیشه اوضاع پس از آن بهبود پیدا می کرد. آنچه این 3 مرد را به هم مرتبط می کند، 1 توهم است. توهم بازگشت به میانگین. فرض کنید در محل زندگیتان سرمایه وحشتناکی که سابقه نداشته را تجربه می کنید. هر جور که حسابش را می کنید، طی چند روز آینده دما افزایش پیدا خواهد کرد و به میانگین ماهانه خواهد رسید. همین موضوع برای گرمای شدید، خشکسالی یا باران نیز صدق می کند. دما حول 1 میانگین نوسان دارد. همین قضیه برای دردهای مزمن، امتیاز گلف، عملکردهای بازار سهام، شانس در عشق، خوشبختی ذهنی و نمره های امتحانی نیز صادق است. خلاصه اینکه آن درد فلج کننده در پشت احتمالاً بدون فیزیوتراپ نیز بهبود پیدا می کرد. آن امتیاز گلف بدون آموزش های اضافی هم به عدد 12 باز می گشت و عملکرد آن مشاور سرمایه گذاری هم با رقص یا بی رقص به میانگین باز می گشت. عملکردهای مفرط با عملکردهای کمتر مفرط جایگزین می شود. موفق ترین سهام ها در 3 سال گذشته به سختی در 3 سال آینده هم موفق می شوند. با علم به این موضوع می توان تایید کرد که چرا بعضی از ورزشکاران ترجیح می دهند در صفحه اول روزنامه ها حضوری نداشته باشند. آنها در ناخودآگاه خود می دانند که دفعه بعدی که مسابقه می دهند شاید نتوانند دوباره به نتایج خوب خود در گذشته دست پیدا کنند که ارتباطی با تمرکز رسانه‌ای ندارد، بلکه به دلیل نوسان در عملکرد خود آنهاست. مثال دیگر، مدیر بخشی را در نظر بگیرید که برای بالا بردن سطح انگیزه کارمندانش 3% نیروی کار خود را که دارای کمترین انگیزه نسبت به دیگر کارمندان هستند به 1 دوره آموزشی می‌فرستد. نتیجه چیست؟ دفعه بعدی که او سطح انگیزه کارمندان خود را بررسی می‌کند، آن کارمندان دیگر در انتهای لیست جا نخواهند داشت و کارمندان دیگری به جای آنها قرار خواهند گرفت. سوال این است، آیا آن دوره ارزشی نداشته؟ به سختی میتوان گفت، چون سطح انگیزه گروه احتمالاً حتی بدون این دوره آموزشی هم به هنجارهای شخصی خود باز میگردد. این موقعیت مشابه موقعیت بیمارانی است که به دلیل افسردگی در بیمارستان بستری میشوند. آنها وقتی محل درمان خود را ترک میکنند که احساس بهتری داشته باشند. با این حال کاملاً محتمل است که حضورشان در بیمارستان هیچ تأثیری نداشته. 1 نمونه دیگر، در بستان مدارس دارای بیشترین ضعف در عمل کرد به 1 برنامه حمایتی دعوت شدند. سال بعد
آن مدارس در رده‌بندی جایگاه بالاتری کسب کردند. ارتقایی که مسئولان مدرسه به خود برنامه و نه بازگشت به میانگین نسبت می‌دادند. بی‌توجهی به بازگشت به میانگین می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد. همچون معلمان که به این نتیجه می‌رسند که چماق بهتر از هویج است. برای مثال پس از امتحان دانشجویانی با بالاترین نمرات تشویق و دانشجویانی با پایین‌ترین نمرات تنبیه می‌شوند. در امتحان بعدی دانشجویان دیگری کاملا تصادفی بالاترین و پایین‌ترین نمرات را کسب می‌کنند. بنابراین معلم اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که تنبیه کمک کننده بوده و مانع تشویق می‌شود. توهمی که همواره ادامه دارد. نتیجه وقتی داستان‌هایی همچون این را می‌شنوید، بیمار بودم، به پزشک رفتم و چند روز بعد حالم بهتر شد. یا شرکت سال بدی را پشت سر گذاشت، یک مشاور آوردیم و اوضاع به حالت عادی برگشت. مواظب دوست قدیمی ما، بازگشت به میانگین باشید. هرگز درباره تصمیمی بر اساس پیامد آن قضاوت نکنید. قسمت 20 گرایش پیامد. این فرضیه را در نظر بگیرید. فرض کنید 1,000,000 میمون در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند. آنها دیوانوار و البته کاملا تصادفی سهام خرید و فروش می کنند. چه اتفاقی می افتد؟ بعد از 1 هفته حدود نیمی از میمون ها سود و نیمی دیگر ضرر می کنند. میمون هایی که سود می کنند می توانند در بازار سهام باقی بمانند و میمون هایی که ضرر می کنند به خانه فرستاده می شوند. در هفته دوم نیمی از میمون ها سود و نیمی دیگر ضرر می کنند و به خانه می روند. بعد از 10 هفته حدود 1,000 میمون باقی می ماند. میمون هایی که همواره پول خود را خوب سرمایه گذاری کردند. بعد از 20 هفته فقط 1 میمون باقی می ماند. میمونی که همیشه و بدون ضرر سهام های درست را انتخاب کرده و الان ثروت هنگفتی بالغ بر میلیاردها پول دارد. بگذارید اسم او را میمون موفق بگذارید. رسانه ها چه نوع واکنشی نشان می دهند؟ به سمت او می روند تا با اصول موفقیتش آشنا شوند. چند اصل هم پیدا می کند. شاید این میمون در مقایسه با سایر میمون ها موز بیشتری خورده باشد. شاید در گوشه دیگر قفسی سکنا داشته، یا شاید با سرعت از این شاخه به آن شاخه می رفته، یا شاید به هنگام تمیز شدن مکس های طولانی و حاکی از تفکر داشته. برای رسیدن به موفقیت حتما دستورالعملی برای خود داشته. در غیر این صورت چطور توانسته به چنین موفقیتی برسد؟ 2 سوال بسیار حساب شده، آن هم از 1 میمون ساده، بعید است. داستان این میمون گرایش پیامد را توصیف می کند. ما گرایش داریم تصمیم های من را بر اساس پیامدها ارزیابی کنیم، نه فرایند تصمیم گیری. این اشتباه خطای مورخ نیز نامیده می شود. یک مثال کلاسیک آن، حمله ژاپن به بندر پرل هاربر در جریان جنگ جهانی دوم است. آیا پایگاه نظامی آمریکایی ها باید تخلیه می شد؟ از نگاه امروز قطعاً باید تخلیه می شد، چون شواهد کافی وجود داشت که حمله قریب الوقوع است. با این حال فقط در بازنگری این نشانه ها تا این حد مشخص و واضح جلوه می کنند. در آن زمان در سال 1941 مجموعه ای از شواهد متناقض وجود داشت. برخی از این شواهد حاکی از حمله بودند و برخی هم نه. برای ارزیابی کیفیت این تصمیم گیری باید از اطلاعات موجود در آن زمان بهره ببریم و هر آنچه را که درباره شرایط پس از حمله پرل هاربر می دانیم فیلتر کنیم. یک مثال دیگر، شما باید عملکرد 3 جراح قلب را مورد ارزیابی قرار دهید. برای رسیدن به این هدف از هر کدام از این جراحان می خواهید
یک عمل جراحی سخت قلب را 5 بار انجام دهد. در طول سالها احتمال فوت ناشی از این عملهای جراحی بر روی عدد 20% تثبیت شده است. جراح A، هیچ کس بر اثر عمل جراحی او نمی میرد. جراح B، یک بیمار بر اثر عمل جراحی او می میرد. جراح C، 2 بیمار بر اثر عمل جراحی او می میرد. عمل کرده این 3 جراح را چگونه ارزش گذاری می کنید؟ اگر همچون اکثر افراد باشید، جراح A را بهترین، جراح B را در رده دوم و جراح C را بدترین جراح ارزش گذاری می کنید. پس شما هم قربانی گرایش پیامد شده اید. می توانید حدس بزنید چرا؟ چون نمونه ها بسیار کوچک هستند و نتایج به دست آمده را فاقد معنی می سازند. شما فقط زمانی می توانید درباره یک جراح قضاوت کنید که از رشته تخصصی او سر در بیاورید و سپس به دقت مراحل آماده سازی و انجام عمل را مورد بررسی و نظارت قرار دهید. به بیان دیگر، شما باید پروسه را ارزیابی کنید. به عنوان راهی جایگزین، شما می توانید جامعه آماری بزرگتری 100 یا 1000 عمل را در نظر بگیرید. فقط کافی است بدانیم که در مورد یک جراح متوسط 33% احتمال هست که کسی زیر دست او فوت نکند. 41% احتمال است که یک نفر فوت کند و 20% احتمال است که 2 نفر فوت کند. این یک محاسبه ساده بر اساس احتمالات است. آنچه در این میان مهم است این است که تفاوتی بین فقدان مرگ و 2 نمونه مرگ وجود ندارد. ارزیابی این 3 جراح فقط بر حسب نتایج کاریشان نه فقط سهل‌انگارانه بلکه غیر اخلاقی است. نتیجه هرگز درباره تصمیمی صرفاً بر اساس پیامدهای آن قضاوت نکنید، مخصوصاً وقتی عامل تصادف یا عوامل بیرونی در آن تصمیم نقش بازی می‌کنند. یک پیامد بد خود به خود و لزوماً بیانگر یک تصمیم بد نیست و بالعکس. پس به جای کفری شدن از خود برای یک تصمیم اشتباه یا تعریف از خود برای تصمیمی که شانس احتمالاً باعث موفقیت آن شده، به یاد داشته باشید که چرا می خواهید آن تصمیم را عملی کنید. آیا دلایلتان منطقی و قابل فهم است؟ بعد می توانید با آن روش وفادار بمانید حتی اگر آخرین بار خوش شانس نبوده اید. کمتر بزرگتر است. قسمت 21، پارادوکس گزینش. خواهرم و همسرش چندی پیش خانه ناتمام را خریداری کردند. از آن زمان به بعد نتوانستیم درباره هیچ موضوع دیگری با هم حرف بزنیم. تنها موضوع مورد مکالمه ما در طول 2 ماه گذشته کاشی‌های حمام، سرامیک، سنگ گرانیت، سنگ مرمر، فلزات، سنگ، چوب، شیشه و انواع گوناگون لامینت بوده است. کمتر در طول زندگیم خواهرم را چنین نگران حال و مضطرب دیدم. او در حالی که دستانش را از روی عصبیت بالا می برد و به کاتالوگ کاشی ها اشاره می کرد می گفت گزینه هایی که باید از بینشان انتخاب کنم بسیار زیاد است. من خود شمردم و تحقیق کردم. بقالی محل ما 48 نوع ماست، 134 نوع آب انگور قرمز، 64 نوع گوناگون محصولات شستشو و در مجموع 30,000 قلم جنس دارد. کتاب فروشی اینترنتی آمازون 2 میلیون عنوان کتاب در خود دارد. امروزه مردم در معرض بمباران گزینه‌هایی همچون صدها اختلال روانی، هزاران شغل و حرفه مختلف و حتی مقصدهای توریستی بیشتر و انبوهی از سبک‌های زندگی هستند. هیچگاه بیش از این حق انتخاب‌های گوناگون وجود نداشته است. وقتی جوان بودم فقط 3 نوع ماست، 3 شبکه تلویزیونی،
دو کلیسا، دو نوع پنیر، یک نوع ماهی و یک تلفن که اداره پست سوئیس میداد در اختیارمان بود. تلفن سیاه رنگمان کاری جز شماره گرفتن انجام نمیداد و همین کار ما را راه میانداخت. در عوض امروزه هر کس وارد فروشگاه تلفن همراه شود با انبوهی از برندها، مدلها و انتخابها روبرو می شود و همچنان انتخاب متر و معیار پیشرفت است. انتخاب ما را از اقتصادهای برنامه ریزی شده و عصر حجری جدا می کند. بله، فراوانی ما را دچار آشفتگی می کند، ولی مرزی برای آن وجود دارد. وقتی از این مرز فراتر رود، انتخاب‌های بیش از حد کیفیت زندگی را خراب می‌کند. اصطلاح تخصصی برای این رویداد پارادوکس انتخاب است. در کتاب خود با عنوان پارادوکس انتخاب، روانشناس بری شوارتز درباره چرایی این اتفاق بحث می‌کند. اولاً داشتن انتخاب‌های گوناگون منجر به فلج درونی می شود. برای آزمایش این اتفاق سوپرمارکتی باجه‌ای طراحی کرد تا مراجعه کنندگان خود بتوانند 24 نوع مختلف مربا را امتحان کنند. همه می توانستند هر تعداد مربا که دوست دارند امتحان کنند و در نهایت از تخفیف برخوردار شوند. روز بعد از این آزمایش مدیر آن سوپرمارکت همین آزمایش را این بار فقط با 6 مربای مختلف انجام داد. فکر می‌کنید نتیجه چه شد؟ آنها در روز دوم 10 برابر بیشتر مربا فروختند. چرا؟ چون در روز اول با وجود آن حجم از گستردگی وسیع بین مرباها، مشتریان نمی‌توانستند تصمیم بگیرند و بنابراین مربایی نخریدند. این آزمایش چندین بار با محصولات مختلف تکرار شد و نتیجه همیشه یکسان بوده است. ثانیاً انتخاب‌های بیشتر به تصمیم گیری‌های ضعیف‌تری منتهی می‌شود. اگر از چند جوان بپرسید شریک زندگیتان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد، آنها تون تون چند ویژگی معمولی مثل این را نام می‌برند: هوش، رفتار خوب، گرما و صمیمیت بین هم، توانایی گوش کردن، حس شوخ طبعی و جاذبه های فیزیکی. اما آیا وقتی آنها قرار است کسی را انتخاب کنند به این ویژگی ها توجه می کنند؟ در گذشته مرد جوانی در دهکدهی کوچک می توانست از بین 20 دختر همسن خود که هم کلاس مدرسه اش بودند همسری انتخاب کند. او خانواده های دخترها را به خوبی می شناخت و آنها نیز شناخت خوبی از او داشتند و این منجر به تصمیم گیری بر اساس چند شاخصه می شد. امروزه در عصر قرارهای اینترنتی میلیون ها شریک بالقوه در دسترس من قرار دارند. این موضوع ثابت شده که استرس بالای حاصل از انتخاب به قدری می تواند اذیت کننده باشد که مغز مردان برای تصمیم گیری فقط یک شاخص را در نظر بگیرد: جاذبه فیزیکی. با پیامدهای این فرایند انتخاب شما از قبل آشنا هستید، شاید حتی از روی تجربه شخصیتان. در نهایت انتخاب‌های زیاد به نارضایتی منتهی می‌شود. چگونه می‌توان مطمئن بود که از میان 200 انتخاب که پیش روی چشمتان قرار دارد و شما را سردرگم کرده، انتخاب درست را انجام می‌دهید؟ پاسخ این است: نمی‌توانید انتخاب درستی داشته باشید. هرچه انتخاب‌های بیشتری داشته باشید، مرددتر خواهید شد و به دنبال آن نارضایتی شما را فرا خواهد گرفت. خب، چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پیش از بررسی پیشنهادهای موجود، به دقت به این موضوع فکر کنید که چه می‌خواهید. شاخص‌ها و معیارهایتان را روی کاغذ بنویسید و کاملاً به آنها وفادار بمانید. همچنین بدانید که هرگز نمیتوانید انتخاب کاملی داشته باشید. داشتن این هدف در ذهن
با در نظر گرفتن مجموعه احتمالات شکلی از کمالگرایی غیر منطقی به حساب می آید. در مقابل یاد بگیرید به یک تصمیم خوب عشق بورزید. بله، حتی در مورد شریک زندگیتان، آیا فقط بهترین ها همیشه کار می کنند؟ در عصر گوناگونی نامحدود عکس این موضوع صادق است. به اندازه کافی خوب بودن بهترین حالت است، البته به جز من و شما. شما من را دوست دارید، واقعا من را دوست دارید. قسمت 22، گرایش دوست داشتن. کوین دو جعبه نوشابه خریده است. او به ندرت نوشابه می نوشد، اما فروشنده نه رفتار جعلی دارد و نه کسی را وادار به خرید می کند. او رفتار بسیار خوبی دارد، بسیار خواستنی است. در نتیجه کوین از او جنس می خرد. جو جیرار به عنوان موفق ترین فروشنده ماشین در جهان محسوب می شود. توصیه او برای موفقیت این است: در فروش هر محصولی هیچ چیز مؤثرتر از آن نیست که مشتری را به این باور برسانید، واقعا به این باور برسانید که دوستش دارید و به خواسته های او اهمیت می دهید. جیرار فقط ادعا نمی کند، مرد عمل است. اسلحه پنهان او فرستادن ماهانه کارتی برای مشتریانش است که در آن او با این جمله به آنها احترام می گذارد: دوستتان دارم. درک گرایش دوست داشتن خیلی ساده است، اما ما دائما قربانی آن می شویم. یعنی هرچه بیشتر کسی را دوست داشته باشیم، خرید کردن و کمک کردن به او برای من راحت تر می شود. با این حال سؤالی که در اینجا پیش می آید این است: دوست داشتن به چه معناست؟ طبق تحقیقات ما اشخاص را زمانی دوست داریم که 1. از نظر ظاهری جذاب هستند، 2. از نظر منشأ، شخصیت و علایق به ما شباهت دارند، و 3. ما را دوست دارند. به همین دلیل است که تبلیغات آکنده از آدم‌های جذاب است. افراد زشت ظاهری مهربان ندارند و برای همین حتی در پس زمینه یک تبلیغ هم از آنها استفاده نمی‌شود. علاوه بر استفاده از افراد بسیار جذاب، تبلیغات از افرادی که شباهت‌های زیادی به من و شما دارند بهره برداری می‌کند. کسانی که دارای ظاهر، لهجه و منشأ مشابه با ما هستند. خلاصه اینکه هرچه شبیه‌تر بهتر. بازتاب نمایی روش رایجی در فروش است که دقیقاً همین اثر را دارد. در این روش فروشنده سعی می‌کند از ژست‌ها، زبان و حالت‌های گوناگون صورت مشتریان خود تقلید کند. اگر خریدار آرام و آهسته حرف بزند و هنگام صحبت کردن سرش را خارش بدهد، منطقی است فروشنده هم آرام و آهسته حرف بزند و هر از گاهی هم سرش را خارش دهد. این کار باعث عزیز شدن مشتری در نزد خریدار می شود و امکان انجام معامله را بالا می برد. در نهایت خیلی شنیده ایم که تبلیغ کنندگان از رفتار ما تعریف می کنند. چند بار پیش آمده جنسی را به این دلیل خریداری کرده اید که ارزش داشته. اینجا عامل 3 به کار می آید. هر کسی از ما به نحوی خوشش بیاید برای ما جذاب است. تعریف کردن معجزه‌گر است، حتی اگر همچون یک تبل تو خالی باشد. بازاریابی موسوم به چند سطحی تنها از طریق گرایش دوست داشتن کار می کند. اگرچه ظروف پلاستیکی با کیفیت بالایی در سوپرمارکت ها با 1/4 قیمت وجود دارد. یک شرکت معروف به نام تاپرور سالانه 2 میلیارد دلار از فروش این محصولات درآمد کسب می کند. چرا؟ افرادی که تبلیغات تاپرور را انجام می دهند از عوامل 2 و 3 به خوبی استفاده می کنند. آژانس‌های خیریه هم تا حد ممکن از گرایش دوست داشتن استفاده می کنند.
کمپین‌های آنها از زنان و کودکان بشاش و خندان استفاده می‌کنند. هیچگاه در بیلبوردهای تبلیغاتی مشاهده نمی‌کنید که یک جنگجوی شورشی که زخمی برداشته و چهره‌ای خشک و بی‌روح دارد به شما خیره شده باشد، حتی اگر نیازمند حمایت شما باشد. سازمان‌های محیط زیستی نیز در تبلیغات خود به دقت از این عوامل پیروی می‌کنند. تا به حال بروشور صندوق‌های مالی حمایت از محیط زیست را دیده اید که آکنده از تصاویر عنکبوت‌ها، کرم‌ها، جلبک‌ها یا باکتری‌ها باشد؟ این گونه‌های حیوانی هم احتمالاً به اندازه خرس‌ها، گوریل‌ها، کوالاها و فوک‌ها در خطر انقراض قرار دارند. وجود آنها حتی برای اکوسیستم زمین از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما ما هیچ حسی به آنها نداریم. هرچه رفتار یک حیوان شباهت بیشتری به انسان داشته باشد، بیشتر آن را دوست داریم. مگس بون اسکیپر منقرض شده؟ چقدر بد! سیاستمداران هم استادان گرایش دوست داشتن هستند. بسته به ترکیب و علایق مخاطبان خود، آنها نیز بر موضوعات متفاوتی همچون مناطق مسکونی، سوابق اجتماعی یا موضوعات اقتصادی تأکید می کنند. آنها از ما تعریف می کنند. هر کسی که به سن رأی دادن رسیده و می تواند رأی دهد، در واقع عضو جدایی ناپذیر تیم ماست. رأی شما مهم است، البته اگر رأی شما مهم است، اما فقط کمی. یکی از دوستانم که در کار پمپ‌های نفتی بود، روزی به من می گفت که یک قرارداد 8 رقمی با یکی از شرکت‌های روسی بسته بود. از او پرسیدم رشوه دادی؟ سری به علامت منفی تکان داد و گفت با مسئول بستن قرارداد آن شرکت روسی در حال حرف زدن بودیم که ناگهان صحبت به سمت قایقرانی کشیده شد. در آن لحظه بود که معلوم شد هر دوی ما طرفداران پر و پا قرص قایق مدل 470 هستیم. از آن لحظه به بعد او از من خوشش آمد و من به نوعی دوست او شدم و همین شد که قرارداد بسته شد. مهربانی و دوستی بهتر از رشوه جواب می دهد. نتیجه، اگر فروشنده هستید از روشی استفاده کنید که مشتری باور کند او را دوست دارید. حتی اگر این به معنای چاپلوسی باشد، اگر مشتری هستید همیشه محصول را جدا از فروشنده آن بررسی کنید. فروشنده را از ذهن خود حذف کنید یا تظاهر کنید از او خوشتان نیامده است. به مالکیت بیش از حد وفادار نمانید. قسمت 23، اثر اعطا کردن. ماشین BMW در پارکینگ نمایشگاه ماشین‌های استفاده شده برق خاصی می‌زد. اگرچه کیلومتر شماره آن نشان می‌داد که ماشین چند کیلومتر رفته است، اما ماشین ظاهر خوبی داشت. من از ماشین‌های استفاده شده کمی آگاهی دارم و برای من آن ماشین حدود 40,000 دلار قیمت داشت. با این حال فروشنده مبلغ 50,000 دلار را پیشنهاد داد و حتی 1 سنت هم تخفیف نمی‌داد. هفته بعد زمانی که زنگ زد تا بگوید بالاخره پیشنهاد 40,000 دلاری را پذیرفته، پیشش رفتم. روز بعد ماشین را بیرون بردم و به پمپ بنزین رفتم. صاحب پمپ بنزین جلو آمد و گفت که از ماشین من خوشش آمده و همانجا پیشنهاد داد تا با مبلغ 53,000 دلار ماشین را بخرد. محترمانه به پیشنهادش جواب منفی دادم. در راه بازگشت به خانه با خود فکر کردم که رد کردن پیشنهادش چقدر مضحک بوده. ماشینی را که 40,000 دلار خریده بودم ناگهان 53,000 دلار شده بود. اگر منطقی فکر می کردم باید همانجا ماشین را به صاحب آن پمپ بنزین می فروختم. اما متاسفانه در دام اثر اعطا کردن افتادم. زمانی که مالک چیزی می شویم، آن چیز در نگاه ما ارزشمندتر می شود. به عبارت دیگر، اگر چیزی را بفروشیم، دوست داریم بیش از آنچه تمایل داریم برای آن پرداخت کنیم، پول به دست بیاوریم.
روانشناس دن آریلی آزمایشی برای اثبات این اثر انجام داد. در یکی از کلاس‌هایش او چندین بلیت یک بازی مهم بسکتبال را خریداری کرد و در اختیار دانشجویان قرار داد. بعد از دانشجویان نظرسنجی کرد تا ببیند آنها فکر می‌کنند این بلیت‌ها چقدر ارزش دارد. دانشجویان فاقد بلیت قیمت بلیت را حدود 170 دلار تخمین زدند، در حالی که دانشجویان برنده بلیت متوسط قیمت بلیت ها را 2400 دلار حد زدند. حقیقت ساده مالکیت باعث می شود ما صفرها را به انتهای قیمت فروش خود اضافه کنیم. در خرید و فروش املاک اثر اعطا کردن ملموس است. فروشندگان از نظر احساسی به خانه های خود وابستگی دارند و در نتیجه پیوسته قیمت را بیش از اندازه تخمین می زنند. آنها قیمت بازار را قبول ندارند و انتظار دارند خریداران مبلغ بیشتری برای ملکشان پرداخت کنند که این توقعی بی‌معناست، چون این مقدار اضافی پول کمی بیش از ارزش احساسی است. ریچارد تالر در دانشگاه کورنل یک آزمایش جذاب در کلاس انجام داد تا اثر اعطا کردن را ارزیابی کند. او به نیمی از دانشجویانش یک لیوان خالی قهوه داد و به آنها گفت می توانند لیوان را یا به خانه ببرند یا آن را با هر قیمتی که دوست دارند می توانند بفروشند. از نصف دیگر دانشجویان که لیوانی در اختیار نداشتند، پرسید آنها تمایل دارند چه مقدار پول برای یک لیوان خالی قهوه بپردازند. به بیان دیگر، تالر برای لیوانهای قهوه یک بازار ایجاد کرد. این انتظار وجود داشت که 50% دانشجویان متمایل به معامله باشند، یا لیوان بفروشند یا لیوان بخرند. اما نتیجه خیلی کمتر از میزان پیش بینی بود. چرا؟ چون صاحب لیوان حاضر نبود با رقمی کمتر از 5.25 دلار لیوان خود را بفروشد و خریدار هم دوست نداشت بیش از 2.25 دلار برای خرید هر لیوان پول پرداخت کند. ما می توانیم با اطمینان خاطر بگوییم که در جمع کردن بهتر از دور ریختن هستیم. این اثر نه فقط توضیح می دهد که چرا ما خانه های خود را با خرت و پرت ها پر می کنیم، بلکه نشان می دهد چرا دوستداران تمبر، ساعت و آثار هنری به ندرت حاضر هستند از این مایملک خود جدا شوند. شگفت انگیز این است که اثر اعطا کردن نه فقط بر دارایی های ما مؤثر است، بلکه بر چیزهایی که نزدیک به مالکیت و تصاحب آنها بودیم نیز اثر می‌گذارد. حراجی‌های معروفی همچون حراجی کریستی و حراجی ساسبی نیز بر مبنای همین اصل کار می‌کنند. شخصی که تا انتهای مزایده پیشنهاد قیمت خود را می‌دهد، این حس را دارد که آن شی متعلق به اوست، بنابراین مدام قیمت پیشنهادی خود را افزایش می‌دهد. چنین فردی که در فکر تصاحب آن شی است، ناگهان حاضر می شود بیش از پیشنهاد آغازین خود پرداخت کند و هر گونه کنار کشیدن از آن مزایده برایش حکم شکست را دارد. این خلاف منطق است. در مزایده های بزرگ همچون مزایده های استخراج معادن یا مزایده های فرکانس های رادیویی تلفن همراه، ما غالباً با نفرین برنده مواجه هستیم. در اینجا پیشنهاد دهنده موفق عملاً بازنده اقتصادی است، چون گرفتار اشتیاق‌ها و پیشنهادهای مزایده شده است. در فصل 35 بیشتر با مفهوم نفرین برنده آشنا خواهید شد. در بازارهای کاری نیز چنین اثری وجود دارد. اگر برای تصدی یک شغل درخواست می‌دهید و بعد با شما تماسی گرفته نمی‌شود، حق با شماست که ناامید شوید. با این حال اگر تا مراحل پایانی استخدام خود پیش بروید و سپس برای آن شغل انتخاب نشوید، در این صورت ناراحتیتان ممکن است بیشتر باشد که البته منطقی نیست. شما یا استخدام می شوید یا نمی شوید، چیز دیگری مهم نیست. نتیجه
به مالکیت بیش از حد نچسبید. تجسم کنید دارایی شما چیزی است که جهان موقتاً به شما اعطا کرده. به یاد بسپارید که همان جهان میتواند در کسری از ثانیه آن را از شما باز پس بگیرد. اجتناب ناپذیری رویدادهای ناممکن. قسمت 24، تصادف. در ساعت 7:15 عصر اول مارس سال 1950، 15 عضو گروه کر کلیسایی در شهر بیاتریس ایالت نبراسکای آمریکا از پیش برنامه ریزی کرده بودند تا در کلیسا اجرا داشته باشند. به دلایل گوناگون همه اعضای گروه دیر به محل اجرای خود رسیدند. خانواده وزیر دچار تأخیر شد چون همسرش باید لباس دخترشان را اتو و آماده می کرد. یک زوج که قرار بود در مراسم حضور داشته باشند به دلیل روشن نشدن ماشینشان نتوانستند خود را به کلیسا برسانند. پیانیست می خواست 30 دقیقه زودتر بیاید، اما بعد از خوردن شام به خواب عمیقی فرو رفت و در ساعت 7:25 عصر کلیسا منفجر شد. صدای انفجار در سر تا سر دهکده شنیده شد. دیوارها منفجر شد و سقف کلیسا به زمین ریخت. اما در کمال تعجب و به شکل معجزه آسایی کسی در این انفجار کشته نشد. رئیس آتش نشانی منطقه علت انفجار را نشت گاز اعلام کرد. اگرچه اعضای گروه کر به این باور رسیده بودند که این نشانه ای از سوی خداوند بوده است، دست خدا یا تصادف کدام یک؟ هفته پیش چیزی باعث شد به یاد اندی، دوست قدیمی دوران مدرسه ام بیفتم. مدت ها بود که با او حرف نزده بودم. ناگهان تلفن زنگ زد. گوشی را که برداشتم دیدم اندی پشت خط است. با هیجان زیاد و از روی خوشحالی فریاد زدم حتما تلپاتی رخ داده. اما این اتفاق تلپاتی بود یا تصادف؟ در 5 اکتبر سال 1990 روزنامه سان فرانسیسکو اگزامینر گزارش داد شرکت اینتل رقیب خود AMD را به دادگاه خواهد کشاند. اینتل فهمید که شرکت AMD برنامه دارد یک تراشه کامپیوتری با عنوان AM386 را روانه بازار کند. عنوانی که مشخصاً از تراشه اینتل 386 گرفته شده بود. اینکه چگونه اینتل توانسته بود به این اطلاعات دست پیدا کند در نوع خود جالب توجه است. صرفاً به واسطه ی تصادف محض هر دو شرکت 2 فرد را با نام‌های مشابه مایک وب استخدام کرده بودند. هر دوی مایک وب ها در یک هتل در کالیفرنیا حضور داشتند و از سر تصادف در یک روز با هتل تسویه کرده بودند. بعد از ترک هتل بسته‌ای برای مایک وب به بخش پذیرش هتل تحویل داده می‌شود. این بسته دارای مدارکی کاملا محرمانه درباره تراشه AM386 بود و مسئولان هتل به اشتباه آن را برای مایک وب شرکت اینتل فرستادند. او هم بلافاصله این بسته را به بخش حقوقی شرکت تحویل داد. وقوع این داستان‌ها چقدر امکان پذیر است؟ کارل یونگ، روانپزشک سوئیسی، در این رویدادها جریان یک نیروی ناشناخته را دید و آن را تقارن یا همزمانی نامید. اما یک انسان دارای فکر با ساختار ذهنی منطقی و معقول چگونه میتواند این نوع داستان را توجیه کند؟ ترجیحاً با مداد و کاغذ داستان انفجار کلیسا را در نظر بگیرید. یک مربع 4 ضلعی را برای هر یک از این رویدادهای محتمل رسم کنید. اولین احتمال همانی است که اتفاق افتاد. گروه کر تأخیر کرد و کلیسا منفجر شد. اما 3 ضلع دیگر هم وجود دارد. گروه کر تأخیر کرد و کلیسا منفجر نشد. گروه کر به موقع آمد و کلیسا منفجر شد.
و گروه کر به موقع آمد و کلیسا منفجر نشد. تعداد دفعات تکرار این رویدادها را تخمین بزنید و آنها را در ضلع مربوطه بنویسید. به تعداد دفعات رخ دادن آخرین مورد توجه ویژه‌ای داشته باشید. هر روز میلیون‌ها گروه کر برای اجرای برنامه در کلیساها حضور به هم می‌رسانند و کلیساهای آنها منفجر نمی‌شود. ناگهان داستان کیفیت غیر قابل تصور خود را از دست داد. برای تمام این میلیون‌ها کلیسا عجیب است اگر رویدادی مشابه آنچه در باتریس نبراسکا اتفاق افتاد حداقل یک بار در طول قرن رخ ندهد. بنابراین نخیر، دست خدایی وجود نداشته. در هر صورت چرا خداوند باید بخواهد کلیسایی را از بین ببرد؟ حالا اجازه بدهید این ایده را درباره آن تماس تلفنی با دوستم اندی بررسی کنیم. گزینه‌های مختلفی که اندی به من فکر می‌کند اما زنگ نمی‌زند از این قرار است. وقتی من به او فکر می‌کنم و او زنگ نمی‌زند، وقتی من به او فکر نمی‌کنم و او زنگ می‌زند، وقتی او به من فکر نمی‌کند و من به او زنگ می‌زنم. تقریبا گزینه‌های زیادی از مواردی وجود دارد که من به او فکر نمی‌کنم و او هم زنگ نمی‌زند. اما چون افراد در 90% موارد به دیگران فکر می‌کنند، بعید نیست در نهایت دو نفر به هم فکر کنند و یکی از آنها به دیگری تلفن بزند. و این اتفاق فقط برای اندی رخ نمی‌دهد. اگر 100 دوست دیگر هم داشته باشید، احتمال رخ دادن این اتفاق چند برابر می شود. ما معمولاً هنگام تخمین احتمالات دچار اشتباه می شویم. اگر کسی بگوید هرگز، من معمولاً آن را احتمال کمی بیش از صفر در نظر می گیرم، چون هرگز را نمی توان با احتمال منفی جبران کرد. نتیجه، زیاد هیجان زده نشوید. تصادف‌های ناممکن دقیقاً به این شکل هستند: حوادثی نادر ولی خیلی محتمل. شگفت‌انگیز نیست که در نهایت رخ می‌دهند. عجیب‌تر این است که هیچگاه اتفاق نیفتند.